نکنین، این کارو نکنین، خواهش میکنم ما رو ببخشی. اگه مردشو خاک کنی عامل بیماریش میره تو زراعتا، تا اون بیماریه که فقط آتیش جهنم از پسش برمیاد. نه این کارو نکنین، خواهش میکنم ببخشی. خواهش میکنم ببخشی. التماس میکنم ببخشی، زن و بچه هم مریض نیستن، حتی اقل قصد جونه اونا رو نکنی. هاشا، ما کی باشیم که بخوان جون کسی رو ببخشیم؟ توبه، من هیچ گناهی نمی کنم. آدم هر کسی که از این مرض بترسه و فرار کنه خودش گرفتار میشه. نکنیم آدم، آدم شما پسرتون کاملا سالمین. خدا از شما راضی باشه. سیف الدینم، نور چشمم. اسمش سیف الدینه. چون پارچه فروش که صاحب کار شوهرمه خیلی به ما خوبی کرده، بعد از 2 سالگیش اسم اونو گذاشتیم روش. خدا بهتون ببخش. خیلی ممنون. مداوای همسرتون ادامه داره؟ به جز خونتون جایی دارین بمونین؟ برادرم هست. آقا جمالی، خانمو برسون جایی که میخواد بره. سلامت باشی، خدا ازتون راضی باشی. شما هم سلامت باشی. خیلی ممنون. کسی تو خونه از اون اتفاق با خبر نشه. آقام کجاست؟ آقا سیف‌الدین؟ مثل چشمام دارم از آقات مواظبت میکنم، تو نگران نباش. زود باش آقا جمالی، زود باش. پارچه فروشی باید پاکسازی بشه. باشه، من فردا بهش رسیدگی میکنم، نگران نباش. 2 نفر از اینجا با خودم میبرم، تو به کارت برس. بیا ببینم بابا جان. حالا که غذا خوردنم شروع کرده، دیگه کی میتونه جلوی عمو سیف‌الدینو بگیره؟ اما تو واقعیت اینطور نیست سلیم، هر لحظه ممکن است دست بدیمش. نگین استاد. متاسفانه همونطور که تلخ در این گرمای تابستون بعد از یه بهار شیرین میاد، وضعیت سیف‌الدین هم همینطوره. هر لحظه هر اتفاق ممکنه بیفته. بیا بیا بابا جون. خیلی خوشمزه است پسرم، تو هم بخور. فعلا تو باید بخوری. حالی خونه چطورن؟ خوبن، همه خوبن، اما مامانم وحشتناک نگرانه. بدم نیفتی، خیلی بد و یواشکی حرف از زیر زبونت میکشه، طوری که خودتم شکه میشی. خیلی دارم برای دهن به دهن نشدن باهاش تلاش میکنم. اون یه سرنگیه که نگو، دلم براش خیلی تنگ شده. اونم خیلی دلش برات تنگ شده، تو خونه همه رو بیچاره کرده. تو رو خدا زودتر خوب شو، وگرنه همه از خونه فرار میکنن بابا. تقدیر خداست، تو که نبودی با لازار حرف میزدم. شما دکترها چطور میگین؟ بد بودن حال باعث اهمیت بیشتر میشه. میدونم پسرم، حال بدم باعث شده که بیشتر بهم اهمیت بدی. اهمیت میدم، ولی امیدم باعث میشه بیشتر بهت اهمیت بدم. زود بش ببینم. دهنتو باز کن بابا. خیلی بدون اینکه از ما اجازه بگیری بخش اعصابو تعطیل کرد. یه بیمار خصوصی داشتم که به کمک احتیاج داشت. با به حساب نیاوردن سلامتی مریضای دیگه. باید یادآوری کنم که بیماری که تو بخش اعصاب بود هفته پیش به بیمارستان دیگه منتقل شد. ولی هنوز تصمیمی راجع به اون بخش نگرفته بودیم. حالا ما داریم ازش استفاده میکنیم. تازه با یه دکتری که تو بیمارستانمون کار نمی‌کنه. داریم از تجربه های استاد لازار استفاده میکنیم. البته اگه در حال انجام بعضی کارای ممنوع نباشی، معلومه که در این مورد افرادی بینمون هستن. خدا رو شکر کاری برای مخفی کردن نداریم. آقایون، نمیتونم اجازه بدم هیچ کار مخفیانه ای تو بیمارستان انجام بشه. همین حالا اون بخشو تخلیه. نمیتونم.
قربان. خنده داره. ما داریم سر چی بحث میکنیم؟ موضوعات بزرگتری واسه صحبت کردن هست. بحث استاد لازارو بخش اعصاب دیگه چیه؟ به جای اینکه دردتون اینا باشه به فکر واقعه باشین. بیماری هر روز داره بیشتر میشه. دلیلش هم داد و ستد از راه دریاست. گفته بودی چند تا از این مورد تشخیص داده شده؟ 10 11. پس تو بخش اعصاب هم یه بیمار تاونی داریم. باید برای گمرک درخواست بفرستیم. باید همه مکانهای عمومی مثل مدرسه ها و ورودی ها و همه جا رو بررسی کنیم. نیازی نیست. اینجا بیمارستانه. بیمار باید بیاد پیش دکتر. با کسی مثل تو درباره انسانیت، وظیفه و اینکه چرا دکتر شدیم بحث نمی‌کنم. چون ممکن است کوره در برم. به خاطر عکس العمل مردم بیماران تاونی مخفی میشن. خودشونو نشون نمیدن، همینطوری میمیرن. یه هیئت از دکترها تشکیل بدیم. اگه ممکن باشه دکترایی که اخلاق کاری داشته باشن و شرکت بدیم. یکم مردم دوستی واسه کسی ضرر نداره. باید از بیمارستانهای دیگه هم کمک بگیریم. اگه لازم شد باید تک تک کوچه ها و خونه ها رو بگردیم. اگه واقعی دیگه ای بود ثبتش کنیم و تحت نظر بگیریمش. پس عجله کنین آقایون. وظیفه جدیدتون مبارک. تو قرار بود بری مغازه ما؟ کلید دست آدم بود. الان دست اونم نیست. حتما گم کرده. تو خونه یدکش هست. ای وای مادرت. استاد باید تهالو در بیاریم، داخلشو تمیز کنیم و قسمت آلوده کبدش هم برداریم. تو عقلت میرسه؟ چی داری میگی؟ اینقدر خون از دست داده که از دست میره. بهش خون تزریق میکنیم استاد. استاد اورهان‌الدین تزریق خونا شروع کرده اما هنوز به نتیجه نرسیده. تازه خون از کجا بیاریم؟ از من. امکان نداره. هیچ کاری که قبلا ندیدیم و انجام ندادیم و نتایجشو نمیدونیم و نمیتونیم انجام. چاره دیگه ای نداریم استاد. بفرمایید میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. بیاین ببینین استاد، دکتری که تو استرالیا است اینطوری گروه های خونی رو جدا کرده. روش های تعیین کردن گروه خونی رو داره توضیح میده. پس من و بابام از یه گروه خونی میشه. یه دکتر دیگه هم از 5 تا 0 شماره گذاری کرده. کامران اینا واسه یه تزریق خون دلایل مثبتی هن اما کافی نیستن. استاد 100 سال پیشم یه دکتر آمریکایی تزریق خون رو انجام داده. این یعنی این کار ممکنه؟ بله ولی بیمارش فوت کرد. چی رو از دست میدیم؟ تو رو، بابا تو. استاد اگه این کار رو نکنی من بابا ما از دست میدیم. من حقیقت رو میدونم. نمیتونم جون دکتر با ارزشم رو به خطر بندازم. اجازه نمیدم. منم اجازه نمیخوام. شکایت میکنم. تعامل نکنین. شکایت کنین. بابا 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 رخساره آینه رو یکم بالاتر بگیر. بالاتر. خوبه خوبه. استاد تو یه کیسه سفروشم رفته. دمیزش کن. کامرانو ببر خونه. ولش کن. چی کار میکنه بسر؟ ولش کن. ولش کن. کافیه بس دیگه. معذرت میخوام. همونطور که گفتی خیلی قند ریختم توش. ممنونم خاله وسیمه جان. اون چیه؟ کبود شده؟ پسرم دعوا کردی؟ بگو ببینم نکنه مریض شدی؟ چیزیم نیست مامان جون. یکم تو بیمارستان خسته شدم. آه
میتونی زمانو به عقب برگردونی؟ میتونی اتفاقایی که افتاده برگردونی؟ رخساره، نمونه های خونه ببر آزمایشگاه برای آزمایش. بابام خوابیده. من یکی دو ساعته برمیگردم. بابامو به تو میسپارم. نگران نباشین آقا کامران. رخساره، بابای آقا کامران چطوره؟ خوبه، بهتره. واقعیتش خیلی تعجب آوره چرا هنوز نمرده. ببین رخساره، میترسم این کامران واسه نجات پدرش دیوونگی بکنه، خودشو تو درد سر بندازه. اون داخل که کارای ممنوع انجام نمیگین میدین؟ من چیزی نمیدونم آقا واسف.